بخیر دوستان، امیدوارم که حالتون خوب و سلامت باشه. به رسانه فارسی مدیا خوش اومدین. با ما همراه باشین تا شما را با غذاهایی که باعث میشن بیشتر گرسنه شوید آشنا کنیم. احساس گرسنگی میکنید؟ باید غذا بخورید، اما چرا غذایی که میخورید بعد از مدتی شما را گرسنه تر میکنه؟ این مشکل بیش از اونچه که فکرشو بکنید شایع است. گرسنگی نتیجه بسیاری از فعل و انفعالات پیچیده است که در معده، روده، مغز، لوزالمعده و جریان خون رخ میده. مشکل اینجاست که این اتفاق چرخه‌ای است که به راحتی اتفاق میفته. در این کلیپ این غذاهایی که به شما معرفی میکنم باعث میشن که شما حتی اگه معده ایتان پر باشه باز هم احساس گرسنگی کنید. نان سفید. آردی که برای پخت نان سفید استفاده میشه از گندمی که پوست خارجی اون جدا شده به دست میاد. این پوست دارای فیبره و باعث کامل شدن دانه گندم میشه. خوردن نان سفید باعث بالا رفتن قند خون میشه. کسانی که طی یک دوره 5 ساله روزانه 2 عدد یا بیشتر نان سفید مصرف میکنن در مقایسه با دیگران 40% بیشتر مستعد به اضافه وزن و چاقی هستند. آب میوه ها. آب میوه با اینکه سالمه اما شامل همه قندهای میوه مورد علاقتون بدون فیبر موجود در پوست یا گوشت اون وجود دارن. این یعنی یک لیوان آب میوه باعث بالا رفتن سریع قند خون میشه. سپس دوباره افت قند خون رو خواهید داشت که باعث احساس گرسنگی مجدد میشه. میان وعده های نمکی. برای اینکه بعد از خوردن یک میان وعده نمکی مثل چیپس دلتون یک چیز شیرین میخواد، دلیلی وجود داره. چیپس، چوب شور و دیگر میان وعده های شبیه اینها حاوی کربوهیدرات های ساده هستند. اینها به سرعت هضم میشن و سطح انسولین رو بالا میبرن، اما پس از مدتی کوتاه دوباره سطح انسولین افت میکنه. از اونجایی که قدرت چشایی به سرعت با مغز ارتباط برقرار میکنه، بعد از خوردن میان وعده شور دلتون هوس غذای شیرین میکنه. همینطور به لطف پدیده شناخته شده ای با عنوان سیری خاص حسی، وقتی یک بسته کامل چیپس را خوردین تنها معده شورتان را پر کردین، ولی هنوز معده شیرین شما خالیه. به همین دلیله که باز هم میتونین غذا بخورین. پس اگه چنین عادتی دارین خود را آماده کنین که باید دو معده را پر کنین. فست فود ها. تمام مواد به کار رفته در یک فست فود طوری طراحی شده که میزان کالری یک وعده را حسابی دچار نوسان کنه و همچنین باعث بروز مشکلاتی برای فرد بشه. برای مثال چربی ترانس باعث سوزش روده میشه که به طور بالقوه جلوی تولید دوپامین و سروتونین که انتقال دهنده های عصبی اشتها هستن رو میگیره. فست فود هایی که شامل نمک هستن باعث کم شدن آب بدن میشن. با توجه به نشانه ها ممکنه احساس کمبود آب رو با گرسنگی اشتباه بگیرین و به خوردن بیشتر ادامه بدین. الکل. الکل نه تنها باعث میشه غذایی که میخوری ناسالم بشه، بلکه باعث احساس گرسنگی مجدد هم میشه. تنها 3 وعده استفاده از الکل میتونه سطح لپتین بدن رو به شدت کاهش بده، هورمونی برای جلوگیری از احساس گرسنگی و ایجاد احساس سیری که این کاهش حدود 30%. ماکارونی بدون سبوس. این نوع ماکارونی دقیقاً همون مشکلاتی رو که برنج سفید ایجاد میکنه داره. ماکارونی غذایی که میتوان به سادگی مقدار زیادی از اون رو خورد. وقتی بدن خود رو پر از کربوهیدرات‌های ساده میبینه، لوزالمعده باعث بالا رفتن شدید انسولین میشه.
بدن خیلی زود هورمون‌های کنترل قند تولید می‌کنه تا سطح قند خون پایین بیاد. به همین دلیل مدتی بعد دوباره احساس گرسنگی به سراغتون میاد. شیرین کننده های مصنوعی. شیرین کننده های مصنوعی چه در نوشابه و چه در قهوه باعث میشن که شما احساس گرسنگی کنید. سلول های مغز به اشتباه منتظر انرژی حاصل از شیرینی هستند. نتیجه این میشه که در طول روز دائم هوس خوردن غذای شیرین میکنید تا این احساس بد را از بین ببرید. پیتزا. پیتزا هر چقدر هم که بزرگ باشه میدونید که به یک قطعه راضی نیستین. دلیلش اینه که پیتزای مورد علاقتون حاوی آرد سفید، روغن‌های هیدروژنه، پنیر فرآوری شده و مقدار زیادی نگهدارنده است که میتونه سطح قند خون رو بالا ببره. تولید هورمون‌های سیری و تنظیم سیستم کنترل گرسنگی مغز رو مختل میکنه و در نتیجه اینه که باعث گرسنگی شما میشه. غلات کودکان. خوردن غذای سرشار از کربوهیدرات در هنگام صبح، یعنی زمانی که سطح کورتیزول در بالاترین حد خودش هست، باعث حمله دو جانبه به متابولیسم بدن میشه. بدن در هنگام شب و در صبح مقدار زیادی کورتیزول پمپاژ میکنه که متخصصان معتقدن بخش طبیعی از کارهای بدنه. کورتیزول بالا به معنای کاهش توانایی سیستم متابولیسم برای مصرف قند است. بنابراین قند خون بالا میره و باعث میشه که شما احساس گرسنگی کنید. یادتون باشه که خوردن غلات برای صبحانه بسیار انتخاب خوبیه، به شرط اینکه غلاتی استفاده کنین که از نوع کامل باشن و حداقل 5 گرم فیبر داشته باشن.